خانواده سویکان ایبو را به بیمارستان میبرند و هولیا قبل از رفتن با داد و فریاد به اصلان میگوید اگه این کار زیر سر توی تاوانش رو میده اصلا سکوت میکند دوین از بچه ها نگهداری میکند و بقیه در بیمارستان بالای سره ایبو با میماند اصلا هماشا به کافه که جهان و سراب برای بستنی خوردن به آنجا رفتن می رفت و مدارکی که نشان میدهد سراب داروهای ایبا را عوض کرده روی میز میگذارد و میگوید، یا لیلا رو از زندان بیرون میاری و به آدمت میگه اعتراف کنه لیلا بی تقصیره یا خودتو میفرستم زندان سراب میگوید من وکیلم کار منو به خودم یاد نده با یک چیزی نمیتونی ثابت کنی من شاهد دارم جهان میگوید من کاری علیه لیلا انجام نمیدم شاهد تو هم نمیشم سراب ناراحت میشود اما میگوید پس یه شاهد دیگه پیدا میکنم ولی عمرم به نفع یه سوکان کاری انجام نمیدم اصلا دو روز به او میدهد و میرود در بیمارستان بدری به مادرش میگوید فکر کنم اینا همش کار اصلانه ندیدی تو خونه سر میزشم چجوری با نیشو کنه یه حرف میزد تا زهولی هم سرش داد زد و اونو مقصر دونست ندرت تعجب میکند بدری همانجا اعتراف میکند با یکی از دشمنان سوکانها به اسم الیاس کروزاده ملاقاتی داشته ندرت احساس خطر میکند و سر او داد میزند و قول میگیرد هیچگونه همکاری و ملاقاتی با الیاس نداشته باشد روز بعد دوین به این نتیجه می رسد که بچه ها در خانه سویگان ها هم ندارند و مدام مازر روحی می بینند و دست بچه ها را میگیرد و آنها را به خانه خودش میبرد. برد. دوین بچه ها را پیش روانشناس کودک دوست خودش ازگیست میبرد برد. ازگی بعد از حرف زدن با بچه ها به دوین می گوید دوین به نظرت کاری درستی انجام می دی. مسئولیت این دوتا بچه را چرا تنهایی قبول می کنی؟ به خودت تاسیب میزنی. دوین میگوید چرا دیگری ندارد. اصلا همه خانواده را برای صبحانه در کافه بیمارستان جمع می و به آنها میگوید من دیگه خیلی خسته شدم از اینکه کسی صدا و نشنوه و مثل یه حیوان داد بزنم که بتونم حرفمو بفهمونم خسته شدم. هولیا می گوید داره با مگ دست و پنجه نرم میکنه و تو اجازه این رو دادی اصلا میگوید امون با الیاس علیه من همکاری کرده توی زندان برای یه لیلا تله پهن کرده این تاوان خیانتشه ندرت به خانه یه الیاس می مادر الیاس از اینکه ندرت با انجام آمده شاکی است اما خود الیاس با خواندن ترانه که با آن کلی خاطره دارد از ندرت استقبال می کند. ندرت با جدیت جلو می رود و می گوید پسر من نچرخ الیاس و نه بد می بینی. الیاس می گوید خودت پسر تو از آدانا آوردی انداختی تو میدون. ندرت می گوید من پسرمو محتاج نامردوی مثل تو نمی کنم. دست از پسرم بردار و گرنه بد پس میدی. الیاس میگوید تو این دنیا تاوانی نیست که ازش بترسم من تاوان همه کارم رو پس دادم ندرت با تاسف به اون نگاه میکند و میگوید اما همیشه نصف نیمه پس دادی وقتی او از در خانه الیاس بیرون میرود جهان از راه میرسد و ندرت را صدا میزند و برای دستبوسی جلو میرود و خوش آمد میگوید ندرت میگوید با بدری کاری نداشته باش جهان اگه واقعا برات ارزش دارم و کوچکترین حق دارم از بدری فاصله بگیر اصلا وقتی از کاری دوین با خبر می شود به مطب ازگی می رود و در سالن با ایلکای دوست قدیمی دوین روبرو می شود. او که به خاطر حق بازی های ایلکای از او هرس دارد همانجا کتکش میزند و با سر و آنها دوین از اتاق ازگی بیرون می و پیش اصلا می رود. جلوی ساختمان اصلا به دوین می گوید تو به چه حقی بچه های خوهر من رو برداشتی بردی چه نسبتی باشون داری؟ من دایی اون بچه هم. دوین می گوید من با وکالتی که خود لیلا بهم به داده این کارا رو میکنم اصلا که انتظار نداشت لیلا چنین کاری کرد باشد عصبانی می شود و میگوید من دارم برای بیرون آوردن لیلا هر کاری می کنم برای بچه‌اش هم مادری می کنم هم پدری می کنم تو اصلا میدونی مادر شدن یعنی چی دوین ناراحت می شود اصلا متوجه معنی حرفش می شود و عذرخواهی می کند حال سربت شد و یک تنه شروع به تمیزکاری در خانه می کند و به هیچ کس هم اجازه کمک نمی دهد. خدمتکار ندرت به او زنگ می زند و ماجرا را برایش تعریف می کند. ندرت از یک طرف و حولیه از طرف دیگر خودشان را به خانه می تا به سهر کمک کنند. سهر به محض دیدن آنها دست از کار می کشد و با نفرت به سمت آنها می روید و می گوید اجازه نمیدم دم سیاهی دو تو این خونه پخش کنی. ندرت سرش را پایین میاندازد و هولیا نگاه آمیزی به او اما سر به سمت پرتاب می کند و میزند برو بیرون و لحظه به ندرت نگاه میکند و او را میشناسد و قربان صدقهاش میرود ندرت خیلی خوشحال میشود سر با نفرت به صورت هولیا نگاه میکند و میگوید برو تو حیات کار کن به دردی بخور بیارزه و با مهربانی به سمت ندرت برمیگردد و میگوید تو هم برو به با غذا بده دخترم این به درد نخور شیرم نداره که به بده هولیا از سالون بیرون میرود و دور از چشم همه گریه میکند سراب جهان را به خانه اش دعوت می کند و که قبلان از بستری بودن ایبا در بیمارستان فیلم گرفتن را پخش می و روی پای جهان می و لبهای او را می فیلم توجه جهان را جلب می و نگه متوجه می شود تصاویر ایبا روی تلویزیون از دو با تعجب به سراب نگاه می کند و میگوید بسته بسته این چه کاریه تو دیونه ای سر و بستبانی می شود و می گوید چی شد مگه قرار نبود صادق باشیم جهان می گوید تو به درمان نیاز داری سر می گوید من به دوست داشتن نیاز دارم فقط که معلومه با تو یه همچین چیزی ممکن نیست و در اتاق را باز می کند و جهان را بیرون می کند اسلام با مردان روز برای یک کار قرار داده رد اما وقتی به قایق تفریحی که محل قرار است میرود بدری را کنار روزها در حال خوشگذرانی میبیند بدری از مهمانداریش حسابی تعریف میکند و ادعا میکند با این همه صمیمیتی که برقرار کرده توافق با روزها خیلی راحت خواهد بود اما وقتی اصلا وارد میشود روزها بدری را مرد با نمک خطاب میکنند و به صورت جدی وارد گفتگو با می می‌شود. حولیا نامه به دست سهر میدهد و میگوید مامان بیا بخون بخون ببین دخترتو بهتر بشناس سهر نامه را میخواند و بعد با عصبانیت داد میزند ندرت این چیه تو برای فایسل دم تکون میدی و خودتو به مرد غریبه نشون میدی و دستش را بالا میبرد که به صورت او سیلی بزند اما ندرت دست سهر را می گیرد و سیلی که در جوانی از خورده بود را به یاد میورد و در جواب سهر میگوید سالها پیش به ناحق سیلی را زدی این بار خودت هم نمیتونی گناهش تحمل کنی دم ایبا بزرگ را با بچه تهدید می کند و از اوغل می در دادگاه به نفع او شهادت بدهد. دوین در خانه متوجه می شود حاله کایه خوب نیست و تب دارد و خیلی استرس می و هر کاری از دستش برمیهید برای کایه انجام می دهد. به کوب امروه و خانوادهش به خستگاری الیف می روید. پدر الیف می گوید نظر دخترش مهم است اما قبل از اینکه الیف به حرف بزند او می من می رو گذشته خط بکشم و آینده خودم رو بسازم. می الیف خانواده من بشه. البته که اونم به خط بهتون قول می حتی یه روزم ناراحتش نکنم. الیف جواب مثبت میدهد و پدرش آن دو را نام زد می کند. تا به کایه پایین نمی آید و دوین نیمه شب را در آغوش می گیرد که او را به بیمارستان برساند. در راه آنها به ماشین اصلا می رسند و اصلا آنها را با ماشین خودش به سمت مطب پدر دوین میبرد وقتی آرگون در حال معاینه کایه است حال دوین بد می شود و به اصلا می گوید به خودم من کاری نکردم من هیچ کاری نکردم. اصلا او را نوازش میکند و میگوید کاری نکردی میدونم خودت خودتو سرزنش نکن اکو در سرویس بهداشتی خانه پدر الیف است که دوستش نجو تماس میگیرد و میگوید گفته بودی در مورد نامزد یامور تحقیق کنم اون دوتا اصلا نامزد نیستن هر کی بهت گفته دروغ گفته پورا خودش زن و بچه داره و خیلی هم خانواده خوشحالی داره اکو از شنیدن این خبر ناراحت شود و نمیداند چه بگوید یامور کارش در مارینا تمام شده و میخواهد از آنجا برود همان موقع مکس نامزدی اکو را در اینستاگرام میبیند و دلش میگیرد بدری که همراه دوستانش میز مشروب چیده یامور را از دور میبیند و به او تعارف میکند که با آنها نوشیدنی بنوشد یامور به سمت میز میآید و پشت سر هم دو پک میخورد و بدری که میفهمد او ناراحت است از دوستانش میخواهد آنجا را ترک کند یامور می و بدری به او میگوید معلوم ناراحتی دردت چیه به نظر من که اصلا ارزش نداره به خاطر کسی که ناراحتت کرده اشک بریزی اگه اون آدم ارزشش شده داشت که اصلا ناراحتت نمیکرد یامور میگوید تو قضیه ما رو میدونی بدری میگوید داره شنیدم یامور میگوید این حرفهای قشنگو به دوست دخترهای خودتم میزنی بدری میگوید من اگه یه نفر واقعا دوست داشته باشم میمیرم اما ناراحتش نمیکنم نمیذارم به خاطر من گریه کنه یا مور که حالش با حرفهای او بهتر شده تشکر میکند و میرود آرگون بعد از معاینه کایا داروهای او را تجویز میکند و بعد به دوین میگوید چی دادی بچه بخوره دوین استبی میشود و میگوید هیچی ندادم همون داروهای نرمال تبا رو دادم او از لحن طلبکارانه آرگون ناراحت میشود و زود دست بچه ها را میگیرد و بیرون میبرد اصلا در مطب میماند و به آرگون میگوید اومدیم اینجا چون دخترت بهت نیاز داشت این چجور صحبت کردنه آرگون میگوید اگه واقعا دخترمو دوست داری نظر مسئولیت این بچه ها رو به عهده بگیره دوین قبلا تو بچگیش چنین مسئولیتی و گردن گرفته و نابود شده بدریا دوستانش به یک کلوب شبانه می رود و آنجا سر موضوعی در درست می کند و با چند نفر و محافظه کلوب درگیر می شود. در اوج درگیری الیاس کوروزاده وارد می شود و با فریادش همه ساکت می شود. او افراد خودش را به خاطر این درگیری کتک می زند و مکان را تحتیل می کند. بعد رو به بدری می گوید گفته بودم این جوانی های خودمی بدری نترسی. این آخرین شانسیه که بهت میدم. سمت من بیا که هم تو سود کنی هم من خوب فکر کن. اصلا و دوین با هم به خانه دوین می و دوین بچه را می و تصمیم دارد تمام شب بیدار بماند که به موقع قرصای کایه را به او بدهد. اصلا و او مشغول بازی با وسایل بچه ها می اصلا به خاطر حرفی که صبح به دوین زده و اصخایی می کند و میگوید اصلا نیت بدی نداشتم و دست دوین را میگیرد و میگوید من خیلی خسته شدم دوین بیا با هم از پس همه چی بر بیای من به تو نیاز دارم میتونم مقابل هر کسی بیستم اما جلوی تو نمیتونم بیا یه خانواده باشیم دوین نمیداند چه بگوید و سکوت را انتخاب می کند. هولیا گاهی به بیمارستان می رود و به ایبو که هنوز بیهوش است و به دستگاه وصل سر می زند. در سرویس بهداشتی جهان سر و کلش پیدا می شود و به هولیا می گوید آروم باش نه ترس کاری بات ندارم چون هر قسمی که من خوردم پسرت داره اجرا کنه. گفتم خونه تو آتیش میزنم پسرت انجامش داد ایوا رو هم پسرت بکشتن داد آخر سرم تو رو تک و تنها میفرسته دیوونه خونه بشین تماشا کن بدری با یک سنی باغلوا به مارینا می رود که در جلسه روز و اصلان حضور داشته باشد اما متوجه می شود جلسه آنها بدون او به خوبی و خوشی تمام شده. وقتی بدری اعتراض می کند مرد روز می گوید بدری آدم با است اما فقط برای سرگرمی خوب است و اصلان به درد کار می خورد. بدری ناراحت می شود اصلان هم همانجور را تخخیر می کند و باعث هم شدن کینه بدری می شود. جمهور پلیس به خاطر شکایت هولیا همراه وکیلو به در خانه دوین می رود تا بچه ها را از او بگیرد اما دوین میگوید من کار اشتباهی نکردم دیدم محیط خونه نارو می گفتم بچه ها را جای بهتری بیارم مامور میگوید وظیفه‌ای وظیفه ای نداشته و نباید دخالت می کرده. همون همان موقع ندرت از خانه دوین بیرون می و به مامور میگوید انگار یه اشتباه شده دوین غریب نیست عروس این خونه است منم عمه بزرگ بچه هم. و کارت شناساییش را نشان می و می خودم از دوین خواستم بچه بیاره اینجا مامور پلیس اسخای می کند و میرود دوین هم از همکاری ندرت تشکر می کند ندرت می گوید من کنار تو هم. بدری پیش الیاس می رود و از او میخواهد شریک روس اصلا را رو بکشد تا اصلا ضربه ببیند و قدرتش در مارینا کم شود الیاس قبول میکند اما میگوید این کار برات هزینه داره بعد از انجام کار ما هم قرار خواستههایی ازت داشته باشیم بدری میگوید مشکلی نیست انجام میدم جهان به مطب دوین می رود دوین به او می تو هم پشت قضیه مصموم شدن ای پا هستی مگه نه ندیدی بچه ها چجوری از این قضیه آسیب دیدن جهان می گوید اون یارو خیلی وقت بود باید می و حق با تو جلوی بچه ها نباید اتفاق می افتاد. من هیچ وقت نمی خوام به بچه ها و جیلان و لیلا آسیب بزنم اونا رو دوست دارم. بعد میگوید به خاطر یه مسئله دیگه اومدم سراب اون دختره به طرز عجیبی از سویکان ها متنفره جوری که مطمئنم اول همه سویکان ها رو بعدم خودش رو میکشه فقط تو میتونی کمکش کنی همون جوری که به من کمک کردی دوین میگوید اون دختر رو دوست داری جهان میگوید مثل مین میمونه هم درست میخواد بهش نزدیک بشه هم میدونی منفجر میشه دوین پیشنهاد او برای کمک به سراب را قبول میکنه. تو هم به دفتر وکالت سراب می رود و از او می خواهد برای درمان پیش دوین برود. سراب زیاد ناراضی به نظر نمی رسد و سکوت می کند. اما موقع اصلا به او زنگ می زند و عکس بوزا را برایش می فرستد و می گوید شاهدت پرید سراب وقتت هم تمام شده و بعد از این تماس پلیس ها در دفتر را می زنند و سراب را دستگیر می کنند. اصلا از یامور میخواهد همه چیز را راجع به کودکی دوین توضیح دهد یامور میگوید یه بار وقتی بابان خونه رو ترک کرد مادرم جلوی چشم دوین رگ دستش رو زد دوین از اون روز به بعدم برای یه مادرم پرستاری کرد هم مامان من شد باره همگه این چیزا رو تنها به دوش کشی. چهل کیلو شده بود یه بار مریض شدم داروی اشتباهی به امداد کم مونده بود بمیرم دوینو خیلی سرزنش کردن بعد اون ما یه مدت میشه بابا موندیم اما سویلای ما رو نخواست از اونجا رفتیم مدرسه شبانگاهی که خودش کلی داستان داره بعد ملتمسانه به اصلان میگوید دوین داره بازم همون نقش رو برای کایا و زینو بازی میکنه خودش رو نابود میکنه اما نمیذاره به اون آسیبی برسه تو رو خدا تنهاش نذار اصلا بچه ها را از دیوین میگیرد و به او میگوید اگه میخوای به خونه بیا بیا یه خانواده باشیم دیوین قبول نمی کند و اصلا بچه ها را می میبرد هولیا از آمدن بچه ها خوشحال میشود و احساس پیروزی میکند الیاس با اصلاح سراغ جهان می رود که انتقام دستگیری دخترش را بگیرد. جهان می گوید من در هر صورت علیه لیلا کاری نمی کنم اما میتونم تونم دخترتو هم نجات بدم. الیاس به او فرصت می دهد. دوین چمدانش را میبندد و به خانه سویکانا میرود و سر میز خانوادگی کنار آن هم مینشیند اما موقع اخبار اعلام میکند لیلا سویکان علیه مادرش افشاگری کرده و حتی در میان مدارک ادعا شده هولیا سعی داشته برای گرفتن بچههای لیلا او را دیوانه و محتاج جلوه دهد همه با تعجب به تلویزیون نگاه میکنند به جز دوین که خودش به پیشنهاد لیلا در انجام این کارها همکاری کرده لیلا در پیغامی به دوین گفته بود من نمیخوام تو رو مقابل اسلان قرار بدم اما اگر قبول کنی تو این راه کمکم کنی مقابل اسلان قرار میگیری دوین برای افشاگری در مورد هولیا از ندرت کمک خواسته بود و او هم قبول کرده بود حالا تلویزیون مصاحبه ای از ندرت که در آن در مورد هولیا حرف زده پخش میکند و خود دوین که انتظار چنین چیزی را نداشت با تعجب به ندرت نگاه میکند ندرت با آرامش برای خودش و دوین غذا میکشد هولیا با ترس به صفحه تلویزیون خیره شده و اصلا با خشم دوین میگوید بهت گفته بودم چنین کاری نکن ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار